ما نگاه میکنیم مرد بزرگ استاد منطق بود در این کتاب اساس و اقتباس، اگر شما نکنم بله و جاهای دیگر اساسا فیلسوف منطقی بود، کسی بود که برای بازسازی حکمت عقلی میکوشید و آخوندهای مخالف رو متهم کرده بودن به کفر و زندقه و اینا. و بعد میخوانیم میبینیم که این مرد بزرگ هم مغلطه، یعنی در واقع شاید به خاطر این که بالاخره عوام بودند و اینها مردم در اطراف اینها و آخوندها که منتظر بودند او رو تکفیر بکنن، مثالی به عنوان مثال باز میکنم، مثلا در باب القول فی المعاد، باری سبحانه چون خلق را بیافرید، اینجا مغلطه مصادره به مطلوب شروع شد، همینجا از کنم مغلطه begging the question اینجا شروع شد. خیلی خوب. و به علم و قدرت و ارادت و ادراکات و قوای مختلف مخصوص گردانی، این مغلطه دوم، چون حکیم میداند که رو سرچشمه کارها رو بشناسه، بدین گونه بوده از حکمت در واقع یک فرض غلط رو میگرفتن استدلال میکرد. و زمام اختیار به دست ایشان داد، اینم باز مغلطه است، یعنی پایه و ذهنی شما اینو زیر ذره بذارید نتیجه به دست نمیده، یعنی به جای منتهی نمیشود که شما بتوانید اون رو درک بکنید. و ایشان را تکلیف‌های شاق فرمود، تکلیف‌های شاق یعنی به آدم‌ها خداوند تکلیف‌های شاق فرمود و چندین الطاف خفی و جلی به تقدیم رسانید و غرض از این جمله مصلحت ایشان بود. خداوند مصلحت بود که مثلا آفریقایی‌ها همه گرسنگی بخورن. تکلیفشان شاق اینجا جای امتحان است. این یکی از بزرگترین در واقع آخرین بزرگ علم در تاریخ ایران و تاریخ اسلام بسیار عزیز. و این اسلام عزیز وقتی الان در نامش رو میبرم، میخوام شما داشتم دیروز یک ایمیلی باز میکردم سرستون‌های تخت جمشید و اینا در موزه لوب، فکر کردم به این که این خاورمیانه گهواره تمدن‌های بزرگ بابل و ایران و تمدن‌های بزرگ مصر و جاهای دیگر، اینها پای این اسلام عزیز که رسید مثل طاعون همه به بیچارگی و افلاس و گیجی و بدبختی افتادن، زمین‌هاشون هم دیگه حاصل ندارن. من نمی‌دونم در این اسلام عزیز چه چیزی هست که خشک می‌کنه هم سرچشمه همه چیز. چقدر عزیز بوده از این اسلام برای ما واقعا، آخر کار هم اینه به چاه اسلام دوباره. ولی کسی ممکن است بگوید که نه خیر چنین نیست. چنین است دوست عزیز، خوب نگاه کنید به قضایا، نترسید اینقدر از این داستان، یک نگاه انتقادی به قضایا لازم هست. این خمینی که آمد کاری نکرده بود برای مملکت، مبارزه‌ای برای سیاست رو نکرد، دو تا اعلامیه صادر کرد، چون عوا داشت و عمامه داشت، عوام قوقا کردن و بیرون ریختن، همین طالبان بهشت و جهنم، خواص هم از خورم که تسلیم عوام شدن. این خلاصه داستان انقلاب رو خدمت بکن. یعنی ما هنوز در چاه اسلام عزیز هستیم که قرار است از شر این داستان ما راحت بشویم و این قضیه رو به مردم واگذار کنیم، هر کسی در سینه خودش معلوم. آیا شری از این بزرگتر، آدم های از اینها پلیدتر شما در تاریخ میشناسید؟ داد چهار تا شما معرفی کنید، بنده یک کلمه هم دیگه حرف نخواهم زد. شما آدم مثل مصباح یزدی پیدا بکنید که میگوید اینجا فرمان خداست که مال و جان و ناموس این ملت حلال اعلام بشه، یک مچاق و کش عرازل اوباش رو بریزید سر دختر و پسر مردم و منازل مردم، غارت کنند و ریت بکنند و بدزدن و ببرن، این از اسلام سرچشمش خواهد، فقه اسلام عزیز خواهد. راست میگه اسلام بابا یزدی، راست میگه، اون درست میگه، اسلام رو اون میشناسه. عزیز من، نه شما تو خیابون اینها که اینا کار اسلام که همش مهر و محبت بودن، تو از کجا میدانی؟ مگه تو اسلام شناسی؟ مگه تو کتاب خواندی و تحقیق کردی فقه اسلامی رو که ببین در اون چه نوشته و اگر آخون به قدرت برسه این کارها رو میکنه؟ تو خیال کردی این محل مهر و محبت اینهاست؟ تو آدم مهربانی بودی فکر کردی اینجور؟ آخوند که در واقع اجرای این احکام در دستشه به گونه دیگری فکر میکنه،
که بنده و شما که اسلام شناستر از خمینی نخواهیم بود. میگوید که لاشه های این منافقین، یعنی بچه های مخالف این آقا، حالا مجاهدی میگو منافق، بایستی بندازید در صحرا. این فتوای امام خمینی بود از سال 60، تومه در رندگان به شبد و بعد کشتار زیاد شده اینا، به بعد من اجساد میگه بعد از پول تیزه با گورستان گفت مجبور هستید به خاک بسپاری. در گورستان ها دینام و نشان این هستی میگفتن لعنت آباد، لعنت الله، کفر آباد، نمیدن چی. و بعد بعضی کسان آمدن یه تک سنگ و یاد بود جوانی که از دست داده بودن گذاشتن زیر فتوا، دوباره فتوای دیگری سازه شد. اگر کسی در جهت تعمیر قبرهای ملائین برآمد، بسیج وظیفه دارد این گورها را خراب بکند، و اگر ماجرای تعمیر، این عین فتوای خمینی است که تازه به من رساندن، ما هیچ کس خبر نداره، هیچ جا ننوشته. اگر خانواده ها تکرار کردند کار تعمیر، یا گور باید آتش زده شود یا بایستی محو شود. اینا که خمینی از آستینش در نیاورده، اینا در احکام این اسلام عزیز هست. حالا هر دین عزیزی رو بگیری از همین داخلش هست، فکر نکنید فقط اسلام عزیز هست. آخوندها خیلی از این چیزهای جنایتکارانه وحشتناک نوشتن، از دین استخراج کردن که در دین هم بود. این حرف برتراند راسل رو فراموش نکنیم، میگه نگوید آخوندها بدن این دین خوب بوده. اگر اینها اون پایه رو نداشتن و این دستورات نشن، این کارها رو نمی‌کردن. خب برویم سر بله. میگوید که انسان، حالا ما چون در باب اینا بحثش در روز دوشنبه است، موضوع مغلطه، اما میخوایم بگوییم که این استاد، این مردی که استاد منطق بود و استاد معرفت در روزگار خودش بود و آخرین مرد بزرگ علمی بوده که در جهان نامی از او هست در مقابل کاراش در جبر و هندسه و اینها و نجوم و اینها، این حرفا رو میزد. خب و ایشان را تکلیف های شاه فرمود و چندین الطاف خفی و جلی به تقدیم رسانید و غرض از این جمله مصلحت ایشان بود. بله ایشان بود، بله هر آینه نوعی کمال باشد که ایشان را جز به کس حاصل نتواند آمد. میگن این سختی و بدبختی و نکبتی که انسان بهش دوچار میشود، این راه کماله. خب حالا چی کار داره، چی کار میکنه؟ داره زمینه آوازی میکنه برای پیغمبر. حالا ملاحظه فرمان. خب میگوید که این کمال جز به کسب حاصل نمیشه، یعنی انسان ناقص خلق شده و بایستی کمال رو در این دنیا کسب بکنه و خودش چون عقل درستی نداره، پیامبر رو خداوند تبارک و تعالی از آسمان فرستاد بزن. بقیه حرفش اینه، داره زمین سازی یک مغلطه بزرگ رو میکنه این مرد بزرگ، که حرف عامیانه زده باشه. تازه این بزرگترین فیلسوف، یعنی این طاعون اسلام اینا رو هم بیچاره کرده بود. هیچ کدوم اینا آزاد نبودن در اندیشه جز محمد ابن زکریا رازی. ابن سینا هم از این طاعون داشت کم و بیش. یه ابن راوندی ما داریم، یه محمد ابن زکریا رازی. باید به این دوتن افتخار. بقیه دوچار هم بیچارگی بودن. حالا ملاحظه بفرمایید. خب که ایشان را جز به کس حاصل نتواند آمد، والله خود به خود والله خود بدون کمال آفریدی. یا خدا میتونست انسان را کاری طوری خلق کند که احتیاج به پیغمبران اولوالعزم نداشته باشد، اما انسان را زد که خودش کسب بکند. چگونه کسب بکند؟ حالا توضیح میده. و چون دنیا را دار تکلیف گردانید، پس موضع کسب دنیاست تا این اندک عمر در تحصیل اونچه برای اون آفریدن صرف کند. بله و اون کمال مقصود که اهل استحقاق ثواب خوانند کسب کنند، اونگاه بعد از تحویل، یعنی بعد از مردن، از اون تمتع گیرند و اون سرا را سرای آخرت خوانند. این استدلال یه فیلسوف بزرگ بوده. حالا ببینید عوامش چه خبره، داره استدلال هم میکنه به هر صورت مرد بزرگی. و وقتی من اینا البته عربی حفاظت فرمودن که در همون روزگاران ترجمه شده به فارسی، تر فارسی قدیم ترجمه شده. بله نوشته است که بله به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه که کارهای خیلی خوب از روزگار مغول، من جمله کارهای عبدالقادر مراغی رو ترجمه کرده و بسیار محقق خوبی است. اینها ترجمه های اون روزگار قدیم هست. این به عنوان اینه که وقتی که شما نسخ خود خواجه رو میخوانید،
مثل کتاب های دیگرش، اینها همواره آدم اینا رو مقایسه میکنه با سعدی، آدم های مثل وصاف و حاج نصیر و عرض کنم جوینی و اینا که محاسن سعدی بودن، اونجاست که مقام هنری سعدی مثل خورشیدی واقعا جلوه میکنه. در واقع چون نیک بنگریم، اینهایی که در کار علوم بودن مثل ابن سینا و اینها، ضمن اون که مایه مباهات و افتخار ما هستند و هر ملتی به وجود این شخصیت افتخار میکنند، اما دیگر علوم اینها دیگه امروز بی‌ارزشه. یعنی حکیم ابن سینا اگه امروز بود در همون ایران هم داشت اینو می‌نویدن نسخه بپیچه، حتی بره در داروخانه کار کنه. اما و کهنه شده در واقع، اما اون که کهنه نمی‌شود شاهنامه است، اون که کهنه نمی‌شود آثار سعدی است به لطف هنر، چون هنر کهنگی نداره. خب برگردیم سر داستان آقای فرانسیس بیکن. پس میگفت که این چهار علتی که ارسطو به میان انداخته، اینا رو ما باید سیستمش فراموش کنیم، فقط علت مادیش رو بگیریم، چون عالم ماده است، ما بایستی بر طبیعت چیره بشویم و در راه رفاه انسان این طبیعت رو زیر چنگ خود بگیریم و در ماده ما بایستی تحقیق کنیم. و راه تحقیق کلیگویی نیست، راه تحقیق درست برعکس منطق ارسطو که قیاس رو مبنا قرار داده بود، از یک امر کلی یک امر جزئی استخراج میکرد، میگوید از طریق استخراج یعنی برعکس باید حرکت کنیم، از جز باید به کل برسیم در همه موارد مشابه تا اونجایی که میتوانیم تحقیق بکنیم، به یک حد میانی از کلیت مطلبی برسیم و باز تحقیق کنیم و تحقیق کنیم و تحقیق کنیم تا بتوانیم یک امر کلی و یک قاعده کلی ما صادر بکنیم. و کار بر تجربه هست و مشاهده. میگوید این فیلسوفان که این نشستن حرف میزدن، اینها مانند عنکبوت هستند که تار بیفتند، در حالی که حکیم واقعی مانند زنبور است که بر روی گیاهان، زنبور عسل که بر روی گیاهان حرکت میکند و هر سبب که میآید از مواد گیاهان مختلف، خودش صاحب ابداع و اختراع هست و عسل رو در بدنش ابداع اختراع میکنه و عسل از کنن که تولید میکنه و اینها تولید نداشتن. اونایی که در حال فلسفه مثل عنکبوت و ستار عنکبوتن که تار میدانن، و اونایی که در علوم عرض کنم که طبیعی بودن مانند مورچگان بودن، تک تک از جمعی بردن میوردن در لانه خود و هیچ چیزی تولید نکردن، ابداع نکردن و اختراع نکردن اینا. بنابراین بنیاد علم رو و شیوه دستیابی معرفت رو همین سیاستمدار لرد انگلیسی گذاشته است. بسیار اهمیت دارد این آقای فرانسیس بیکن. اشاره کردن 4-5 دقیقه گفتن ما وقت داریم خدمت شما. حالا میپردازیم به عرض کنم که اسم کتابش هم احیای علوم کبیر، یا احیای علوم، احیای علوم کبیر، میخواست کلیت علم رو زنده بکند و راه رو نشان داد. خود بیکن در واقع اثر خیلی شاخصی در فلسفه به معنای کلاسیک اون عبرت وجود نبرد. مهمترین حرفاش، جان حرفای بیکن همین هایی بوده ارز کردن، و در زمینه منطق هم همدیگه ارز کردن ارغنون جدید رو بنیاد کرد که برعکس ارسطو که قیاس رو معیار قرار میدهد، استقرار رو یعنی مطالعه در جزئیات امور و استخراج یک کلیت از جزئیات با تجربه و مشاهده. اون چه در حیطه تجربه و مشاهده نیست علم نیست. البته این نتیجه قرنها باید استخراج شد. در واقع ما یک اصلا فیلسوفی داریم، دانشمند فیزیکدان ماخ آلمانی، میگوید اون چه ما نتوانیم تحت تجربه درآوریم و روش مطالعه کنیم علم نامیده نمیشیم، باید جز خرافات بینگاریم. و این پایه در واقع علم جدید و معرفت جدید هست. من از در ارتباط با بت‌های فکری که انسان رو بیچاره کردن و به ادبار ارتجاع دچار کردن، از عرض کنم که Idols of the Tribe یعنی بت‌های قبیله‌ای، یعنی اشتباهات و خطاهایی که قبیله انسان بدون دچار می‌شود، در باب این من صحبت کردم. اجازه بفرمایید که صحبت ما در باب بت‌های قار
ناتمام ماند، یعنی هر کسی در غار ذهن خودش زندانیست و بت‌ها ساخته و تعظیم میکند به این بت‌ها و تکریم میکند و پیروی میکند، همچون بت‌پرستی که بت رو میپرسته عاشق اندیشه‌های خودش است و عرض کنم که اینها رو شماره میکند و توضیح میدهد. بله بله. بعد این بت‌های غار میگوید که ما در خانواده تحت تأثیر خیلی کسان هستیم که اونها رو تحسین میکنیم، اونها برای ما آدم های بزرگی هستن، پدر، مادر، پدر بزرگ، شخصیت ها، بنابراین ما پیروی میکنیم و تقلید میکنیم اونها رو. یکی از بت‌های معروف غار هم همین است، یا کتاب هایی که میخوان و خیلی خیلی دلبستگی پیدا میکنم بعضی کتاب ها و نوشته ها، اینها ما رو وارد یک غاری میکنن که ما دیگه نور رو نمیبینیم، در واقع دلبستگی پیدا میکنیم به این عرض کنم که آموزه ها، این دانش ها برای ما ایجاد غار میکنن، غار فکری، Idols of the Cave در واقع، غار فکری. بعد میگوید که در غار فکری آدم ها دقیق صحبت نمیکنن، انسان ها سعی میکنن که بعض قضایا رو خیلی بزرگ بکنن، اقرار بکنن، بعض قضایا رو خیلی کوچک بکنن. بله، میگوید که در این بتقار، در این زندان غار، معمولا آدم در واقع نگاهش به گذشته است، ارتجاعیه، همیشه گذشته رو تحسین میکنه و هیچ نگاهی به آینده ندارد، ذهنیت غاری. حالا اینم مشهور شده از بین نویسندگان جدید به خصوص ایتیست ها، کیومن منتالیتی، یعنی ذهنیت غارنشینی. یکیشون نوشته بود که مغز ما هنوز به تکامل نرسیده، بخشش هنوز در حالت غارنشینی است. این ذهنیت خمینی و دار دسته اینا غارنشین از ذهنیت قبخشی هستن، اینا به مدنیت نرسیده آخوند. یک کتابی زده زیر بغلش، سرچشمه همه معارف گیتین هست. بگه آقا نشون بده ببینیم معرفتش کجاست، یک نمونه به ما بده ببینیم کجاش، کدام منشأ، کدام معرفت بوده، چه دری برای انسان گشوده. بله، Idols of the Cave. بله، این اتوریته پس خیلی مهم هست. اتوریته شنیده که بچه آخوندان میگن من مقلد حضرت آیت الله العظما بروجردی هستم، هر چه ایشان بگوید برای مشکلات و مسائل ما خدمت ایشان میرسیم، و این میشه اتوریته برای اون آقا. اشاره کردم وقت ما تمام شد هستم و تنار، خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید. چهارشنبه از خدمتون هستم. خان دوم، تشنگی رستم در راه مازندران و پیدایش